خب سلام و عرض ادب خدمت همراهان سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت، وقتتون بخیر، امیدوارم که سالم و سلامت باشید و عرضم به خدمتتون که برای بحث لایو امروز ما در خدمتتون هستیم. یه اتفاقی که افتاد، برق در حقیقت مقداری غیر قابل پیش بینی رفته و اگر تصویر بک‌گراند من تصویر یه مقداری تاریکیه، این رو به بزرگی خودتون دیگه ببخشید. این روزها تابستونه و موارد به این شکل قابل پیش بینیه. البته من فکر کنم بسته باشه بهتره، چون نور بیندازه. آره، بازم عذر میخوام از بابت این در حقیقت اتفاقی که این روزها هممون گریبانگیرش هستیم و واقعا بعضی وقتا خبر نمیکنه. خب ما این لایو جذاب امروز رو در خدمت سرکار خانم زیبای سیدنی هستیم. ما این افتخار رو داشتیم که در مسیر مهاجرت همراهشون باشیم. حالا توضیحات تکمیلی رو خدمتتون عرض خواهیم کرد با توجه به این ظرفیت. فقط خانم نسیم، میشه سمت تبلتتون رو بچرخونید که ما هم تو ویو درست شما رو داشته باشیم؟ آره، دستتون درد نکنه. الان اینجوری اوکیه؟ بله. فقط یک مقداری ما باره صورت شما رو داریم. بله، اجازه بدین من یه ذره اینو جا به جا کنم. الان تصویر برای شما مناسبه که من اینو مناسبه، یه مقداری فقط وسط تصویر قرار بگیرید ممنونتون میشم و یه کوچولو هم بلندتر اگر صحبت بکنید بازم ممنونتون میشم. بله، خب الان تصویر خوبه اینجوری؟ نه. بله، نه، یه مقداری الان خوبه؟ الان بهتره. بله. خب خانم نسیم، مرسی از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و ممنون از این که حالا من یه خبرم خدمت ما قبل از لایو، چند دقیقه قبل از لایو برق برج نگار متاسفانه قطع شد. این روزا درگیر این قضیه هستیم و یه مقداری یه عدم هماهنگی به وجود اومد، ولی سعی کردیم لایو رو راست ساعت 1 برگزار بکنیم. و من به دوستانی که این لایو رو هم دارن دنبال میکنن خدمتشون عرض بکنم که این لایو خیلی لایو ویژه‌ایه، به خاطر اینکه خانم نسیم امروز در حقیقت اولین روز کاری خودشون رو در شعبه تخصصیشون در استرالیا گذروندن و فکر میکنم 5 تا 10 دقیقه قبل بود که رسیدن منزل. و واقعا مرسی از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. خواهش میکنم. من در شروع لایو ممنون میشم ازتون که یه معرفی داشته باشید و تا سوالات بعدی رو با هم دنبال بکنیم و جلو ببریم با هم. بله حتما، خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه حالا کلاینت های عزیزتون و افرادی که پیجتون رو فالو میکنن. فقط صدام اوکیه یا باید بلندتر صحبت کنم؟ ما صداتون رو خیلی ضعیف داریم، میشه یه مقداری بلندتر صحبت بکنیم؟ بله. الان بهتره؟ الان صدا بهتره؟ الان یه مقداری بهتر شد، ولی اگر بلندترم باشه من ممنونتون میشم. بله، الان چطوره؟ الان بهتر صدا. من سلام عرض میکنم خدمت شما و کلاینت های عزیزتون و افرادی که پیجتون رو فالو میکنن. اگر که حالا این برنامه رو با هم هماهنگ کردیم، برای تشکر از زحمات شما بود و همینطور این که من دوست داشتم تجربیات خودم رو در اختیار دوستانی بذارم که توی این مسیر هستن و به هر حال دارن تلاش میکنن که بیان استرالیا. دارم ولی دست شما درد نکنه. شما و ممنون از شما. عرضم به خدمتتون که خانم نسیم کی وارد استرالیا شدید؟ من 26 خرداد یا 15 جون، امروز دقیقا 50مین روزیه که اومدم. 50 روزه، درسته؟ بله. الان چند وقته که در حقیقت کمتر از 50 روزه و توی 50 روز تونستید که اولین شغلتون رو هم پیدا بکنید، درسته؟ دومیش البته. دومیش؟ بله، اولیش. یعنی خانم نسیم در حال حاضر بین انتخاب شغل اول و دوم در حقیقت در گزینه انتخاب هستن و این قضیه نه دیگه، انتخاب کردم دومی رو انتخاب کردم. دومی رو انتخاب کردیم. بسیار عالی. من یا آماری رو اجازه بدید خدمت کلینتامون عرض بکنم که به نوعی آمار بسیار بسیار خوبی به حساب میاد. آمار زمان شروع همکاری ما با سرکار خانم نسیم اردیبهشت 1402 بوده و مهر 1402 موفق شدیم در کنار هم دیگه اسسمنت ایشون رو در عنوان شغلی آدیولوژیست یا شنوایی شناس داشته باشیم. 9
1402 دعوتنامه خانم نسیم دریافت شده، پروندهشون 11400 یعنی اواخر 9 دعوتنامهشون گرفته شده و اوایل بهمن ماه یعنی برج 11 در حقیقت لاجمنت ایشون دنبال شده و ویزاشون هم 12402 صادر شده، یعنی 2/12 بله 2/12 دقیقاً 2/12 و کمتر از تقریبا 10 ماه از زمان استارت کار. این افتخار رو داشتیم که در خدمتشون باشیم و در حقیقت پروسه مهاجرتیشون رو با گرانت ویزا دنبال بکنم. خانم نسیم چطور بود به طور کلی همراهی با پرشین باگن در این مسیر؟ من واقعا ازتون ممنونم. حالا افرادی که دارن لایو رو میبینن، این اصلا صرفا میگم برای تشکر از مجموعه پرشین مایگرنت که من توی این لایو شرکت کردم، به دلیل اینکه این مسیر خیلی مسیر پر استرسیه و واقعا توی تمام لحظاتش همه همکارای شما با صبوری با حوصله خیلی کنار من بودن و واقعا همه چی خیلی بهتر از حد انتظار من پیش رفت. یعنی من اصلا آماده نبودم که بخوام اول اسفند بیام استرالیا. حالا مثلا من یه 4 ماه بعدش اومدم، در این حد کارام زود انجام شد و واقعا هم میگم توی این مدت تمام افرادی که من باهاشون همکاری داشتم همیشه در دسترس بودن، با حوصله خیلی خیلی با حوصله کارا رو پیگیری کردن و واقعا عالی بود، تجربه خیلی عالی بود. بسیار هم عالی. ما قراردادمون هم آنلاین بود. من خاطرم هست. بله. ما اصلا هم دیگه رو ندیدیم کلا. ما اصلا هم دیگه رو ندیدیم. ندیدیم. ما همیشه در ارتباط بودیم ولی هیچ وقت این افتخار رو نداشتیم. بله. حضوری در دفتر در تهران در خدمتتون باشیم و خبر ویزا و بعد از اونم الان در خدمتتون هستیم در این لایوی که ارزم به خدمتتون که داریم با هم دنبال می‌کنیم و شرایط رو با هم جلو می‌بریم. خب خانم نسیم به طور کلی فکر میکردید که اینقدر زود ویزاتون صادر بشه؟ نه واقعا حداقل خودم پروسه 1.5 سال رو براش در نظر گرفته بودم در حالت خوشبینانه، یعنی واقعا توقعش رو نشد. البته شما روز اول به هم گفتی ولی من با توجه به حالا مواردی که دیده بودم خیلی توقعم یه زمان طولانی تری بود. بسیار عالی. دقیقاً حالا در هر برهه زمانی یک تایم بندی لازم برای بحث اداره مهاجرت و پروسه سرپرست ویزاها میتونه اتفاق بیفته اگر دستخوش اتفاقات و شرایط مختلفی نشه. اما بحث شرایطی که داریم اینه که ما در این در حقیقت شرایط بعضی رشته ها با اقبال های خوبی مواجه میشن، مثل عنوان شغلی آدیولوژیست یا شنوایی شناس. ما به قبل‌تر از این هم بعد از دوران کرونا حتی در بازه کمتر از این هم برای خیلی از کلینتامون تونسته بودیم خبر ویزا رو خدمتشون بدیم. یه برهه‌ای برای کرونا خیلی استرالیا تسری بخشیده بودیم قضیه رو. الان مثلا تو رنج تعداد ماهای بیشتری افراد منتظر این مسیر و این مرحله هستن، اما این برهه زمانی و این شرایط باعث شد که ما استارت خوبی رو از شما داشته باشیم، همکاری خوبی رو تو مرحله اسسمنت ما داشته باشید و بعدش هم ارائه نمره زبانتون باعث شد که تو راند 189 که در سال مالی مهاجرتی قبل ما داشتیم خبر خوب دعوتنامه و بعد از اونم به فاصله خیلی کوتاه خبر گرانت ویزا رو تقدیم حضورتون بکنیم و باعث افتخارمونه که این مسیر رو در خدمتتون بودیم. خواهش میکنم، اختیار دارید. سلام عرض. برای منم باعث افتخار بوده. خواهش میکنم. خب خانم نسیم به طور کلی استرالیا رو چطور کشوری میبینید بعد از مهاجرت و حالا اینکه الان تجربه کردید این 50 روز کشور استرالیا رو؟ البته 50 روز خیلی برای نظر دادن زمان کوتاهیه، ولی اگر حالا بخوام همین تجربه 50 روزم رو بهتون بگم، ببینید مهاجرت کلن خیلی پروسه سختیه به دلیل اینکه خب تو داری از اون زندگی امنی که داشتی حتی اگه دوستش نداری، یعنی حتی اگه همه چیش به نظرت خوب نبوده، جونت به لبت رسیده، یعنی با این وجودم به هر حال از اون چیزای امنی که داری جدا میشی و وارد یه جای دیگه میشی که حتی اگر خیلی هم خوب باشه برات یه جای غریبه. باید من اینو خیلی از همه شنیده بودم که مهاجرت یه تولد دوباره است. واقعا اینجوریه، یه تولد دوباره است. یعنی میگم حتی اگر همه چیش بر وفق میلت باشه باید زندگی تو از صفر صفر و حتی یه جاهای از زیر صفر شروع کنی که خب این اصلا آسون نیست. یه چیزی که اینجا خیلی لازمه باشه اینه که از مهاجرتت هدف داشته باشی. یعنی الان یه
چیز خیلی تو ایران رایج شده که هر کی مهاجرت کنه آدم زرنگیه، برده، ایران دیگه جای زندگی نیست و این طرفش رو شاید خیلی نبینن که خب این طرف قراره چه اتفاقی بیفته. وقتی که تو قراره همه چی تو بذاری و بیای، باید یه دلیل محکمی حداقل این اوایل برای خودت داشته باشی که بتونی سختی هایی که حالا نمیدونم اسمش رو سختی بذارم یا نه، ولی به هر حال همه چی جدیده، یعنی یه کارهایی باید انجام بدی که تا حالا تو زندگیت انجام ندادی حتی اگر خیلی هم سختی نباشه. این دلیل محکم رو باید برای خودت داشته باشی که ارزشش رو داشت که من از اون زندگی امنی که داشتم اومدم بیرون، وارد این چالش شدم و به هر حال اگر زمانش کوتاهه، اگر حالا یکم هم طولانی تره، ولی دارم این چالش ها رو تحمل میکنم. این به نظر من خیلی مهمه. و اینکه سیدنی رو چطور دیدم، من توی این مدت دوستش داشتم. چیزی که خیلی اینجا به چشم میخوره و ما تو ایران خیلی باهاش غریبه بودیم، زندگی آرومه. یعنی ما تو ایران هر روز داریم با یه استرس دست و پنجه نرم میکنیم، هر روز یه اتفاقی میفته که ما باید به خاطرش وارد چالش بشیم، ولی زندگی استرالیا خیلی زندگی آرومیه. یعنی بر پایه استرس نداشتن طراحی شده و بر پایه کمک کردن. یعنی این مسئله به نظر من خیلی توی مهاجرت مهمه که مثلا تو اگر تازه داری یه خونه میگیری، بتونی مثلا اگه یه سوال داری از همسایت بپرسی. خیلی 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 من توی این مدت اینجا کمک دیدم. یعنی خیلی این بینشون رایجه که تو اگر یه کاری داری، من تا کمکت نکنم دست بر نمیدارم. درست. این خیلی هم مهمه. آره. و اینکه خیلی اوزیها افراد خونگرمی هستن و خیلی باید ارتباط برقرار میکنن، که اینم به نظر من خیلی ویژگی مهمیه، خصوصا اوایل مهاجرت که حالا آدم دوستای کمی داره، راحت میتونی باهاشون صحبت کنی، باهاشون ارتباط برقرار کنی. و این به نظر من یکی دیگه از خوبیایی که تو این مدت داشته. جامعه استرالیا من یا مشکلی از بابت پذیرش یک طرف فرد تازه ورود به خاطر تعدد مهاجرینی که استرالیا سالیان بله. سال داره جذب میکنه و داره نداره میتونه کلی بله همینطور که ما خیلی راحت میپذیرن اینو. دقیقاً این مطلبی که ما تو جلسات مشاورمون هم خدمت خیلی از عزیزان میگیم و شرایط رو در حقیقت داریم باشه. اما خانم نسیم، تایی صحبت کوتاهی که من قبلا با شما داشتم، این رو میخواستید که حتما عنوان بکنید که در چه سنی مهاجرت کردن، و یا اینکه حالا سن شما رو که نمیشه سن بالایی نام برد، ولی به طور کلی این تجربه رو میخواستید با بینندگان این لایو در حقیقت به اشتراک بله. بذارید. ممنون میشم که این کار رو، این یه صحبتی راجع به این قضیه با ما داشته باشید. بله. کلن یه سری کلیشه ها توی جامعه ما هست که تو باید هر کاری رو توی یه سنی انجام بدی، که لزوماً هم هیچ وقت درست نیست. یعنی زندگی هیچ کس رو نمیشه با زندگی فرد دیگه مقایسه کنی. برای شخص من اگر زمانی که 25 سالم بود بلیط و ویزای استرالیا رو دستم میدادن، میگفتن بیا برو استرالیا، قطعا اینجا زندگی خوبی نداشتم، به دلیل اینکه چیزی نبود که بخوامش. یعنی این مسئله، این که تو بخوای مهاجرت کنی و تو بخوای این زندگی رو شروع کنی، به نظر من خیلی مسئله مهمیه. میگم من در مورد خودم توی 25 سالگی، حالا زیر 30 سالگی که به هر حال سن شاید طلایی مهاجرت باشه، من خودم نمیخواستم. و زمانی که تصمیم گرفتم مهاجرت کنم، خیلی خیلی اینو از اطرافیانم میشنیدم که الان دیره، الان دیگه فایده ای نداره، الان دیگه زمان مهاجرت نیست، ولی اصلا باهاش موافق نیستم. به دلیل اینکه خب اوکی، زیر 30 سالگی اگر مهاجرت کنی، زمان بیشتری داری میتونی زندگی تو بسازی، خیلی ممکنه امتیازهای مثبت داشته باشه، ولی خب بالاتر از 30 سالگی هم تو فرد با تجربه تری هستی، چه از نظر کاری و چه از نظر زندگی شخصی. شاید خیلی چیزا رو راحت‌تر بتونی تحمل کنی، شاید کارتو راحت‌تر بتونی پیدا کنی، زندگی تو اینجا راحت‌تر بتونی بسازی. یعنی به نظر شخص من هیچ محدودیتی وجود نداره که تو اگر الان 40 سالته دیگه نمیتونی مهاجرت کنی. اصلا به نظر من این طرز فکر درست نیست. بسیار عالی. دقیقاً موردی که ما حالا، من برای اینکه یه مثالی داشته باشم، ما کلینت در حقیقت اسکیل ورکری رو داشتیم، به تعداد کلینت هایی رو داشتیم که در شب تولد 45 سالگیشون دعوتنامه‌شون اومد و به قول شما برای ویزاهای اسکیل ورکر، یا حالا دوستانی که از مسیر ویزاهای دیگه رو سن بالاتر این کار رو دنبال میکنن، این پوینت در حقیقت مثبت خودشون رو حتما ببینن که این دوستان
با تجربه تر شدن در کارشون، تجربه زندگیشون، برقراری ارتباط با افراد دیگه و میتونن خیلی از این شرایط رو بهتر و با کیفیت بهتری دنبال بکنن، آزمون و خطاهای کمتری رو در کشور مقصد داشته باشن و جلو ببرن. و این خب خیلی ارزم به خدمتتون که مهمه. حالا یه بحثی رو در ارتباط با استرس هایی که در بحث مهاجرت بود میخواستید با بینندگان ما به اشتراک بذارید و راه های کاهش این استرس رو، ممنون میشم اگر موردی هست مطرح بفرمایید. من خودم یه مسئله‌ای که خیلی وقت گذاشتم و خیلی وقتم تلف شد و خیلی به خاطرش استرس کشیدم، پیجای اینستاگرام و چنلای یوتیوب که اطلاعات خیلی نامناسبی دارن. یعنی الان یه جوری باب شده که هر کسی که مهاجرت میکنه سریع یه پیج درست میکنه، یه سری اطلاعاتی که خیلی خیلی معمولیه، این که حالا تو فرودگاه باید چی کار کنی، از چه فروشگاهی باید خرید کنی. یعنی من چند وقت پیش داشتم عکسای اضافه گوشیمو پاک میکردم، صدها اسکرین شات گرفته بودم که مثلا میخوای بری توی کلز خرید کنی چی کار کنی. خب این اصلا مسئله خاصی نیست واقعا. خیلی چیزای عادیه که حالا این افرادی که میخوان دیده بشن، میخوان تنهاییشون رو پر کنن، حالا به هر حال و هر دلیلی که دارن، باعث میشه اون فردی که توی مسیر مهاجرته یه سری چیزا رو خیلی سخت ببینه، سختتر از چیزی که هست. من تجربه خودم رو بهتون میگم که من خیلی وقتم رو توی این پیجا گذروندم که مثلا برسم اونجا باید چی کار کنم، اولین روز چی کار کنم، در صورتی که واقعا اصلا اینقدر شرایط پیچیده ای نبود. میگم اینجا تو هر مشکلی داشته باشی از اولین فردی که تو خیابون بپرسی تا دستتو نگیره نبره اونجایی که میخواد کارت انجام بشه اصلا کوتاه نمیاد. یا مثلا به عنوان مثال باز کردن حساب بانکی مثلا ممکنه خیلی برای خود من چالش بود. یعنی اینجا اینقدر وقت میذارن، اینقدر برای تو توضیح میدن، حتی خب به هر حال کسی که تازه مهاجرت میکنه قطعا زبانش تو اون سطحی نیست که خیلی راحت بتونه ارتباط برقرار کنه، ولی کاملا کارهاییه که انجام شدنیه. ولی توی اون پروسه قبل از مهاجرت برای خود من خیلی از دوستام اینجوری بوده که آدم خیلی استرس داره، میاد یه بار اضافی وارد میکنه که باعث میشه که استرس بیشتری وارد بشه. و من خودم واقعا خیلی سر این مسئله اذیت شدم. اصلا توصیه نمیکنم کسایی که توی پروسه مهاجرتن بیان خیلی این پیجا رو دنبال کنن، چون واقعا اینا خیلی هاشون دنبال دیده شدنن و اون چیزی که دارن نشون میدن اصلا اطلاعات واقعی نیست. من الان خودم به صورت روزانه صفحه چت جی پی تی توی گوشیم بازه. یعنی در شرایطی که ما چت جی پی تی رو داریم اصلا نیازی نیست اینقدر بخوایم دنبال کنیم. من هر کاری که میخوام بکنم، مثلا حساب بانکی، می نویسم که میخوام حساب بانکی باز کنم چی کار کنم، تمام مراحلش رو دونه به دونه می نویسه، بر طبق اون انجام میدم، مثلا بدون اینکه نیاز باشه 100 تا پیج مختلف رو فالو کنی. و دقیقاً در جهت تکمیل فرمایش شما، ما البته امروز برای بار چندم اولین دوره اسکیل مکس پرو رو برای کلینت‌های خودمون شروع کردیم و تا جامعه برگزار می‌کنیم. یه نکته‌ای که من همیشه تو خیلی از موارد خدمت عزیزان عرض می‌کنم، من این روزها با توجه به تب و تاب مهاجرت و یه مقداری این منابع فیکی که بعضی وقتا حالا با احترام به همه عزیزان وجود داره، ولی همیشه به قول قدیمی ها میگن شنونده باید عاقل باشه. ما همیشه باید یه وقتا یادم فکر... این قدرت تصمیم گیری رو نداره. یعنی فکر میکنه که به هر چیزی چنگ بزنه شاید بتونه شرایطش رو بهتر کنه. و ما در حقیقت همیشه این رو میگیم و حالا این دوره های استیل مکسی هم که داریم برگزار میکنیم به طور کامل استپ هایی که باید طی بکنن، بلیط رو چجوری خریداری بکنن، خونه چجوری اجاره بکنن، حساب بانکی چجوری باز بکنن، این تجربه 18 ساله پرشن مایگرنت و سایر عزیزان رو داریم در اختیارشون میذاریم که هیچ گونه از این دغدغه ها رو نداشته باشن و بتونن به بهترین شکل کارشون رو دنبال بکنن. به همه عزیزانی هم که الان دارن لایو رو میبینن توصیه میکنم که این دوره که برگزار کردیم بسیار رایگانه و فرقی هم نمیکنه کلینت ما هستید یا خیر، در تلگرام @skillmaxpro رو اسکیلش دابل ال پیدا بکنید، پیام بدید. جلسه اولش امروز برگزار شد، بعدی سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 4 جلسه تکمیلی دیگرش هست و میتونیم به طور ویژه در خدمت همه عزیزان باشیم. اما خانم نسیم، من یه تجربه ای از همکاری خودم با شما جدا هستیم به فرشن مایگرنت بخوام خدمتتون عرض بکنم.
یکی از آروم ترین کلینت ها و حرف گوش کن ترین کلینت های ما بودید. یعنی ما بله. واقعا عرضم به خدمتتون که هر آن چیزی که میخواستیم با دقت بالا با یعنی من اصلا رو بحث نمره زبان با شما چالشی نداشتم، کارتون رو شروع کردید خودتون طبق همون صحبتی که با هم داشتیم زبان پیش رفت و من احساس میکنم جدا از همه صحبت ها دید مثبتی که خودتون داشتید رو این قضیه به این پرونده خیلی کمک کرد. ببینید شوخی نیست، شما الان 50 روز حالا هر چند روزی که در استرالیا هستید دو موقعیت شغلی بهتون پیشنهاد شد که بینش انتخاب کردید، مطمئنن اعتماد به نفس لازم رو داشتید، مطمئنن همه مواردی که باید بوده اوکی، اما این دید شما چقدر تو این قضیه تاثیر داشت برای قطعا خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد. ببینید من به همه حالا اطرافیان و دوستانم که چون میگم این روزا همه از مهاجرت صحبت میکنن، یعنی حتی اگر کسی هم نمیخواد مهاجرت کنه شاید یه گوشه ذهنش بهش فکر میکنه، من معتقدم که اگر میخوای مهاجرت کنی، چون واقعا پروسه مهاجرت پروسه سختیه، یعنی خیلی از آدم انرژی میگیره، من همیشه به همه میگم اگر میخواین وارد این پروسه بشین براش تصمیم بگیرین و با جدیت دنبالش کنین، چون خیلی انرژی میگیره. اگر حالا بخوای یه روز دنبال کنی، یه روز ولش کنی، دوباره هفته بعد دنبال کنی، نه کارت انجام میشه، نه اینکه زندگی تو میکنی، یعنی واقعا زندگی آدم به هم میریزه. توی این پروسه خیلی دنبال کردنش واقعا مهمه، یعنی نباید یه جوری که حالا مثلا هفته بعد انجامش میدم، حالا نشد ماه بعد. من اینو به هیچ کس توصیه نمی کنم، چون خیلی اون آثار روحی که داره خیلی میتونه مخرب باشه توی زندگی. دقیقا مهاجرت یه وقته یه بازه های طلایی و یه فرصت های طلایی داره و کسی برنده است که توی اون فرصت زمانی که اتفاق میفته آماده استفاده از اون فرصت ها باشه. بلی. و خب واقعا این عزمش جزم باشه، مصر باشه نسبت به این کاری که داره انجام میده و خب تجربیات ما هم در کنار این قضیه قرار میگیره و دوستان میتونن که این داستان رو موفق‌تر دنبال بکنن. من ببخشید یه نکته دیگه هم بگم، من همیشه معتقدم وقتی که چیزی رو بخوای و براش تلاش کنی قطعا اتفاق میفته، یعنی اینکه حالا مثلا بگیم که این پرونده من خوب پیش رفته توی زمان کوتاهی بوده، من خیلی براش تلاش کردم. بله. خیلی خیلی بیشتر از چیزی که بقیه میبینن و اینو میگم من معتقدم اگر چیزی رو قطعا بخوای و براش تلاش کنی یه جوری چیده میشه که بهش برسی. دقیقاً ما این لایو رو که داریم برگزار می‌کنیم و اگر تاکید داریم به اینکه این پرونده از قرارداد تا روز ویزاش 10 ماه طول کشید، دوستان هر پرونده‌ای داستان خودش رو داره. خیلی از دوستان در دوران کرونا طولانی مدت‌تر شد پرونده‌هاشون. خیلی از دوستان الان هم هستن که به یه مقداری رقابتی خوردن که در جهت افزایش امتیازاتشون هستن. همه اینها برای ما قابل درکه. تنها توصیه ما اینه که اون تمرکزه، اون هدفی که برای خودتون گذاشتید رو ازش دور نشید و سعی بکنید خودتون رو با این هدف تطبیق بدید و به هیچ وجه هم ناامید نشید، دلسرد نشید. بالاخره اون روز موعود شما هم در تایم خودش براتون اتفاق خواهد افتاد. اما خانم نسیم، داشتن زبان خوب، سطح زبان خوب چقدر در فرآیند مهاجرت تاثیر گذاره؟ خیلی 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 بیشتر از چیزی که من خودم فکر می‌کردم. یعنی واقعا اون چیزی که باعث میشه متمایز باشی از بقیه سطح زبانه. و من از خوبیای استرالیا گفتم، بدی استرالیا اینه که خیلی لهجهشون برای ما فهمیدنش سخته. یعنی من خب حالا خودم فکر میکردم که حداقل زبانم خوب باشه، وقتی که وارد اینجا شدم دیدم که چقدر متوجه نمیشم که چی میگن. خود اوزی ها خیلی لهجهشون برای ما غیر قابل فهمه، حالا افراد دیگه ای هم که اینجا هستن، هندی ها، چینی ها، اونا هم همینطور. و واقعا حالا من بخوام بحث قبلیمونو کامل کنم که خیلی تاکید داشتم روی این که دوستانی که توی این پروسه هم وقتشون رو توی این پیجای به قول شما فیک تلف نکنن، من خودم اگر به شخص به عقب برگردم 10 برابر تایمی که برای زبان گذاشتم و میذارم، به دلیل این که واقعا اون چیزی که باعث پیشرفت آدم میشه اینجا زبانه، و زبان اینجا خیلی سخت‌تر از چیزیه که میگم من خودم به شخص فکر میکردم. یه سری پادکست ها هست حالا توی این
هم توی یوتیوب و حالا این مثلا کست باکس، من خیلی به دوستان توصیه میکنم که گوش بدن که گوششون به لهجه عادت کنه، چون واقعا یه چالش خیلی بزرگه خصوصا اوایل مهاجرت. دقیقا فرمایشتون درسته. ما هم میگیم بعد از اینکه اون نمره هدف زبانتون رو گرفتید، سطح زبانتون رو خوب و بالا نگه بله. دارید و همچنین در کنار اون سعی بکنید که با اکسنت ها، تلفظ ها و لهجه استرالیایی آشنا بشید، که همه اینا به خاطر اینه که ما زودتر جوین بشیم به کشور، یعنی زودتر خودمون رو آداپته بکنیم با نیازهایی که اون کشور داره و با شرطی که اون کشور برامون در نظر گرفته میشه. من امروز تو در حقیقت جلسه اول اسکیل مکس اینو خدمت همه عزیزان عرض کردم، شما میتونید با آزمون و خطا طی پروسه 6 ساله یا 6 ماهه یا 1 ساله این رو در استرالیا دنبال بکنید، اما نه تنها باید به ازاش دلار بیشتری خرج بکنید، درآمدی ممکنه نداشته باشید، شما از زمانی که کار پیدا میکنید به درآمد دلاری میرسید، خیلی اعتماد به نفستون میره بالاتر، داراترین فرد هم باشید، این درآمد دلاری حداقل باعث میشه که دست به اون پسنداز زندگیتون نزدید. بعد از اون اتفاقات دیگری میفته، خونه خوب پیدا میکنید، دوستان خوب پیدا میکنید، و این میشه که بعد یه مدتی میگید آقا من از مهاجرتم خیلی راضیم، یکی میگه من بینابینم، یکی میگه من راضی نیستم. رو خودتون کار بکنید، مطمئن باشید که استرالیا این بستر رو داره که یک مقصد خوبی و میزبان خوبی برای بحث مهاجرت شما بخواد به حساب بیاد و شرایط رو داشته باشه. اما خانم نسیم، راجع به بحث داشتن همراه و وکیل خوب تو این قضیه چه نظری رو برای کلاینت های عزیز؟ من حالا یه چیزی رو از زبان شروع کنم که به وکیل برسم. من خودم خیلی اشتباه کردم توی این زمینه که برای زبانم معلم نگرفتم و خیلی انرژیم سر نداشتن معلم و به قول شما آزمون و خطا هدر رفت. به همه دوستانی که توی این پروسه هستن توصیه میکنم که حتما برای زبان معلم داشته باشن، چون خیلی طولانی شدن پروسه زبان خوندن میتونه تاثیرات مخربی داشته باشه، چون به قول شما اصلا امتحان یه بحث جداست، تقویت زبان یه بحث جداست، همین که امتحان رو میدی نمره رو میگیری اصلا کلی از مشکلات آدم حل میشه. من با توجه به اون تجربه بدی که از زبان داشتم و معلم نگرفته بودم، خیلی به خاطرش خسته شده بودم، خیلی اذیت شده بودم، زمانی که میخواستم کارم رو شروع کنم تصمیم گرفتم که وکیل بگیرم. در مورد وکیل گرفتنم، اولین چیزی که خب همه یه کامنت دارن که نه پولتو میخورن، خیلی تو این زمینه کلاهبرداری زیاده، به هر حال کسی که توی این پروسه است این حرفا خیلی بهش استراب میده، ولی من تصمیم گرفتم که نه دیگه، توی زبان به اندازه کافی انرژیم هدر رفته و حتما باید پروسه رو با وکیل شروع کنم. و حالا خب در مورد انتخاب مجموعه پرشین ماگرت هم من ترجیح دادم از تجربه دوستانم استفاده کنم، چون واقعا نمیخواستم ریسک کنم و خب خدا رو شکر تجربه خوبی هم بود. دوستانی که توی این پروسه هستن همیشه یه طمعی وارد این قضیه میشه که خب نه من چرا پول بدم، خودم این کار رو میتونم انجام بدم. ولی من حالا با دوستای خودم که صحبت میکنم همیشه بهشون توصیه میکنم که نه وکیل بگیرین، به دلیل اینکه خیلی پروسه رو جلو میندازه، اولا که خیلی از چیزها رو ما بلد نیستیم، بعدش هم که مثلا اگر من قرار نمره زبانم رو ارائه بدم، شاید اگه وکیل نداشته باشم و نمره رو از من نخواد یه وسواسی داشته باشم که نه حالا 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه. ولی من خودم میگم اگر بخوام یه توصیه دوستانه داشته باشم به کسانی که توی این پروسن، من اون معیار خودم برای اینکه یه کاری درسته یا نه اینه که اگه به قبل برگردم دوباره انجامش میدم یا نه. من خودم اگه به قبل برگردم قطعا دوباره وکیل میگیرم و به همه حالا میگم دوستام که با هم مشورت میکننم اینو توصیه میکنم. پروسه مهاجرت همونجوری که گفتم خیلی استرس داره، وقتی که یه نفر داره یه بخشی از کار تو رو انجام ده، حالا اون یه نفر میتونه معلم زبان باشه، میتونه وکیل باشه، به هر حال بخشی از اون استرس از روی آدم برداشته میشه، اصلا پروسه سریعتر و بهتر پیش میره. این تجربه شخصی من، حالا نمیگم درسته ولی من نظرم اینه. بسیار هم عالی.
دقیقا بحثی که وجود داره اینه که ما همراه مناسب رو برای خودمون تو تک تک این موارد انتخاب بکنیم که وقت و زمان برای خودمون بخریم و از تجربیات دوستان هم رو بودهای مختلف بتونیم استفاده بکنیم که انشالله نتیجهش برای همه عزیزان مثبت باشه. اما بحث نتورکینگ قوی در استرالیا چقدر میتونه تاثیرگذار هم برای زندگی هم برای پیدا کردن کار باشه؟ خیلی 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 میتونه مهم باشه، به دلیل اینکه اینجا خدمتتون گفتم که خیلی کمک کردن رایجه. یعنی من خودم توی پروسه مهاجرتم خیلی دوستای خوبی پیدا کردم و خیلی برام تاثیرگذار بودن، چون به هر حال کسی که یک بار داره این روند رو طی میکنه خیلی چیزا رو میدونه که شاید من خودم باید خیلی براش انرژی بذارم که متوجه بشم. و با توجه به فرهنگی هم که گفتم توی استرالیا هست، خیلی همه کمک میکنن. یعنی من از هر کس، یعنی به هر کس که مثلا حالا توی لینکدین مثلا حالا برای کار پیام دادم، خیلی این روند رو برام آسون تر کردن، خصوصا برای پیدا کردن کار. چون همون جوری که شما فرمودین واقعا پیدا کردن کار اینجا خیلی مهمه. تو وقتی که ریال داری اینجا هر چقدر هم پول داشته باشی خیلی راحت خرج میشه و پیدا کردن شغل واقعا خیلی مهمه. چیزی که خیلی میتونه کمک کننده باشه اینه که تو از تجربه افرادی که این مسیر رو طی کردن استفاده کنی، حالا مثلا همون در زمینه گرفتن خونه، کارهای اولیه‌ای که باید انجام بشه، شاید یه صحبت تلفنی با فردی که اینجا داره زندگی میکنه بتونه یک ماه آدم رو جلو بندازه توی این روندش. در مورد پیدا کردن کارم، خب کسی که مثلا هم رشته من اینجا سر کاره، خیلی میدونه که تو باید چجوری کار پیدا کنی، چجوری اقدام کنی، از کجا شروع کنی. خیلی میتونه این داشتن یه نتورک قوی این روند رو جلو بندازه. و یه مسئله دیگه این که حالا این یه بخش پیدا کردن کاره، یه بخش مهمه دیگه اینه که تو وقتی که داری وارد یه کشور جدید میشی خیلی احتیاج داری که یه سری افراد اونجا بشناسی. یعنی اینکه یه دفعه بخوای وارد یه جایی بشی که هیچ کس رو نشناسی خیلی احساس خوشایندی نیست. اینو من به همه دوستایی که توی این پروسن توصیه میکنم، توی فیسبوک، توی لینکدین افرادی رو پیدا کنن. و میگم من خودم خیلی تجربه مثبتی دارم از این توی این زمینه. یعنی به هر کسی که پیام دادم اینقدر خوب راهنمایی کرده، اینقدر کمک کرده که خیلی میتونه زندگی آدم رو تغییر بده داشتن دوستای خوب توی استرالیا. بسیار هم عالی. خانم نسیم، یه صحبتی رو میخوایم از این به بعد یکم تخصصی تر و در حیطه کاری خودتون با هم داشته باشیم. بله. اول یه توضیح کوتاه به ما بدید، به دوستانی که شنوایشون در ایران خوندن و دارن با استرالیا فکر میکنن چه توصیه ای دارید؟ توصیه در مورد اینکه مهاجرت بکنن یا نکنن، یا به مهاجرت نداریم، بحث این که دوستان اگر بیان استرالیا و بخوان این حرفه و این طرح در استرالیا دنبال بکنن چه امکانات و چه بستری میتونه براشون فراهم باشه؟ ببینید، من خودم زمانی که میخواستم مهاجرت کنم شرایط کشورهای مختلف رو بررسی کردم با توجه به معیارهایی که خودم دارم و حالا به هر حال شرایط خودم. به صورت کلی الان استرالیا کشوریه که برای رشته اودیولوژی خوب پذیرش میگیره، خوب میتونی کار پیدا کنی، درآمدی که باهاش داری درآمدیه که میتونی یه زندگی مورد قبول داشته باشی. در نتیجه من با توجه به تجربیات خودم و دیدی که خودم به زندگی دارم، چون واقعا توقع هر آدمی از زندگی متفاوته و نمیشه من بگم که استرالیا برای اودیولوژی خوبه همه بیان اینجا، ممکنه یه نفر بیاد اصلا دوست نداشته باشه، اصلا نتونه با شرایطش کنار بیاد. ولی برای من با توجه به توقعاتی که از مهاجرت و از رشتم داشتم به نظر من مقصد خوبیه. چجوری شد که تو 50 روز دو تا موقعیت شغلی کار تخصصی داشتی؟ نه 50 روزم نبوده، من از ایران اپلای کردن رو شروع کرده بودم، ولی خب دیگه این مسئله ای که خیلی مهمه. ببینید اینجا هر یه روزش خیلی طولانی میگذره. یعنی از نظر همه افرادی که دارن میشنون من بعد از 50 روز رفتم سر کار، میگن خب خیلی خوبه، خیلی زمان کمیه، ولی من واقعا اگر بخوام بهتون بگم روزی که اومدم استرالیا رو یادم نمیاد، اینقدر دیر گذشته برام.
کاری که من کردم و حالا به دوستان اودیولوژیستی که توی این مسیر هستن توصیه میکنم که انجام بدن اینه که از ایران اپلای کردن برای کارشون رو شروع کنن. حالا اینم به هر حال مثل همه موارد دیگه ممکنه که یه کامنتایی روش باشه که نه، اگر توی استرالیا باشی راحت تر میتونی پوزیشن رو بگیری. خب اینم از یه جهت ممکنه درست باشه. به نظر من افرادی که توی این پروسه هستن باید شرایط خودشون رو بررسی کنن، ببینن که اگر بیان اینجا میتونن چند ماه هزینه هاشون رو به هر حال داشته باشن، اینجا هزینه کنن تا اینکه بتونن کار پیدا کنن، چون ممکنه یک ماه بعد کار پیدا بشه، ممکنه 6 ماه بعد کار پیدا بشه، اصلا یه چیزیه که مشخص نیست. ولی من خودم کاری که کردم و حالا به حال ازش نتیجه گرفتم و به دوستان اودیولوژیستی که توی این مسیر هستن پیشنهاد میکنم که این کار رو انجام بدن اینه که توی لینکدین خیلی با افراد مختلف در ارتباط باشن. یعنی من واقعا 2-3 ماه آخر اصلا کارم همین بود. مثلا بخوام اگه بهتون بگم شاید به 400-500 نفر پیام دادم که من حالا اودیولوژیست هستم، ویزای 189 دارم، میخوام مهاجرت کنم به استرالیا، اگر پوزیشن کاری حالا مد نظرتون هست به من معرفی کنید. و اینجا یه سری شرکت های اودیولوژی هست که توی سراسر استرالیا شعبه دارن، فکر میکنم 7-8 شرکت اصلی باشن. من از توی امپلیفون، بی اودیو، کانکتیرینگ، اودیکا، بقیهش رو یادم نمیاد. آره اینا شرکت های اصلیه که اینا توی سایتشون یه بخش کریر داره. توی بخش کریر میتونن ایمیل اون فردی که استخدام میکنه رو پیدا کنن و بهش ایمیل بزنن. و یک بار هم نباید قطعا این کار رو بکنن، یعنی چندین بار در فاصله 2 هفته یه بار، 3 هفته یه بار. من این کار رو مثلا شاید 3 ماه پیش کردم و از 500 نفر 400 نفری که بهشون پیام دادم شاید مثلا 20 نفرشون به من جواب دادن، بقیه اصلا هیچ جوابی ندادن. و اینکه چند نفرشون مثلا الان همین کاری که من دارم، من 3 ماه پیش پیام دادم گفتن که ما پوزیشنی نداریم، منم بهشون ایمیل زدم که اوکی شما اگر الان پوزیشنی ندارین، اگر در آینده پوزیشنی داشتین لطفا به من بگین که مثلا این بعد خیلی از 3 ماه مهمیه. بله این نکته مهمیه. یا حتی یه یادآوری کردن، یا اینکه اصلا خوشحال شدم از یادآوری باید باتون... به صورت منظم آفرین. باشه آفرین. که بعد از 3 ماه به من ایمیل زدن که ما الان این پوزیشن رو داریم، شما اگر تمایل داریم میتونیم کار رو با هم شروع کنیم، که کارو شروع کردیم. خب اینو من خیلی به دوستان توصیه میکنم که این روند رو داشته باشن. حالا اگر که این شرایط مالی استرالیا براشون سخت، بیشتر توی ایران، یعنی از زمانی که ویزاشون رو میگیرن دیگه شروع کنن و اپلای کنن. اگر که نه، میتونن اینجا یه مثلا چند ماهی یه مدتی اون هزینه هاشون رو حالا اینجا تامین کنن که بیان اینجا، شاید حالا اینجا یه ذره احتمالش بیشتر باشه. جدا از زبان، دوستانی که اودیولوژیست هستن رو چه مهارت هایی تمرکز بکنن که رو بازار کار استرالیا بتونن بهتر بنن؟ ببینید چیزی که خیلی مهمه، یعنی من خودم هم اینو تازه فهمیدم، یعنی قبل از این مصاحبه هایی که انجام بدم واقعا نمیدونستم و واقعا خیلی براش استرس داشتم که خب من اگر قرار توی یه کشور خارجی مصاحبه انجام بدم با یه زبان دیگه، آیا میتونم از پسش بر بیام؟ چیزی که من میتونم به دوستان بگم اینه که اون مهارت و دانشی که ما برای اودیولوژی داریم توی ایران کاملا برای مصاحبه اینجا کافیه. یعنی با اون دانشی که دارن میتونن اینجا از پس مصاحبه بر بیان. چیزی که خیلی خیلی مهمه نحوه صحبت کردن و کانفیدنت بودن توی صحبت کردن. اون فردی که داره مصاحبه میکنه یه فرد با تجربه است، یعنی نمیخواد یه سوال بپرسه از اون سوال یه جواب بگیره آیا جواب تو کاملا درسته یا نه. از نحوه صحبت کردن متوجه میشه که تو اودیولوژیست با تجربه هستی یا نه. من اگر بخوام به دوستان توصیه ای بکنم اینه که حالا اون رفرنس های رایجی که خودشون میدونن برای اودیولوژی رو بخونن، چون این خوندنه باعث میشه که اعتماد به نفسشون بالاتر بره و نگران این نباشن که اگر توی مصاحبه حالا سوال بپرسن من چی کار کنم. چون میگم کسی که حتی 1-2 سالم کار کرده باشه میتونه از پس مصاحبه بر بیاد. و اینکه خب اگرم جواب سوال رو بلد نباشه خیلی مسئله ای نیست، خب به هر حال بلد نیست دیگه. یعنی من تجربه شخصی خودم اینه. تکرار
رو تمرین قبل از مصاحبه ها و بارها بارها تکرار کردن برای خودتون، برای دوستانتون، دوستان عزیزی که دارن لایو رو میبینن، میتونه خیلی به کاهش استرستون کمک بکنه و باعث بشه که شما بهتر خودتون رو پرزنت بکنید. و اما به طور کلی دوستانی که الان میخوان در این حیطه وارد بازار کار در استرالیا بشن، طبیعتاً سلسله مراتبی رو باید طی بکنن. میدونم برای هر فردی نسخه جداگونه‌ای میتونه داشته باشه. میخوام تجربه شما رو تو این قضیه بدونم که تو چه لولی میتونن وارد شن، چه بحثایی رو نیاز به رجیستریشن دارن، چه مشاغلی نیازها رو نداره و این کارها رو میتونن دنبال بکنن و طی بکنن. ببخشید سوالتون رو متوجه نشدم. به عنوان یک آدیولوژیست شخصی میخواد وارد استرالیا بشه، خب بله. در چه سمت‌هایی به طور نرمال میتونه کار پیدا بکنه، چه کارهایی نیاز به رجیستریشن داره، چه کارهایی نداره، اگر رجیستریشن نیازه چه برهه زمانی باید طی بشه تا به این موارد برسیم؟ تقریبا از اوایل سال 403 یه مقدار این روند پذیرش آدیولوژی تغییر کرده توی استرالیا. اول حالا یه تفاوتی که وجود داره رو بگم. توی ایران فردی که توی رشته اودیولوژی لیسانس میگیره اودیولوژیسته، ولی توی استرالیا اودیومتریسته. یعنی من خودم که الان مدرکم ارشده به عنوان اودیومتریست دارم کارم رو اینجا شروع میکنم، که برای حالا شروع کردن کار سازمان اودیولوژی استرالیا باید بهش پیام بدی. حالا قبلا تا قبل از تا مثلا 6 ماه پیش یه امتحان داشت که امتحان میگرفتن و اینکه حالا بر اساس اون امتحان به تو مجوز کار کردن رو میدادن، ولی از 5-6 ماه پیش تقریبا دیگه امتحان هم برداشتن. یعنی فقط کسی که ویزا رو داره و نمره زبان هم آیلتس 7 میخواد یا معادل PTE، فقط همون ویزا و نمره زبان تو که براشون ایمیل کنی، یه هزینه ای هم هست که باید پرداخت کنی، میتونی عضو اون سازمان بشی و اینکه دیگه بعد از اون اجازه کارو داری. یعنی دیگه نیازی به اصلا رجیستریشن خاصی هم نداره برای تبدیل به اودیولوژیست شدن. ببینید اودیولوژیست کسی میتونه بشه که حتما مدرک ارشد داشته باشه. کسی که مدرک کارشناسی داره میتونه اودیومتریست باشه اینجا، ولی کسی که مدرک ارشد داره بعدن حالا یه سری امتحانا و موارد و دوره ها هست که باید طی بشه و بعدش میتونه اینجا اودیولوژیست بشه. فکر میکنید این شغل یا این مشاغل در این حیطه چقدر پتانسیل پیشرفت در استرالیا هنوز داشته باشن یا بازار کارشون چقدر رقابتیه؟ خیلی الان راستشو بخواین اطلاعاتم زیاد نیست که بخوام این سوالتون رو جواب بدم، چون خودم امروز اولین روزی بوده که رفتم سر. چطور بود راستی اولین تجربه کارتون؟ روز اول کار چطور بود؟ طبیعتاً تجربه سختی بود، به دلیل اینکه امروز اولین روزیه که من از صبح انگلیسی صحبت کردم و شنیدم. به هر حال هر کاری هم شروعش سختی‌های خودشو داره، ولی کلاً آسان‌تر از چیزی بود که فکر می‌کردم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. و به طور کلی تو بحث مصاحبه ها اگر نکته‌ای مونده که می‌خواید با کلینتامون به اشتراک بذارید، موردی هست که بخواید بفرمایید؟ در مورد مصاحبه فقط یه مسئله‌ای رو بگم، چون من خودم تو این مسئله اشتباه کردم، دوستان دیگه دوست ندارم این اشتباهو بکنم. ما توی ایران علاوه بر همون تفاوت اودیولوژیست و اودیومتریستی که گفتم، به جز حالا اون بحث پایه‌ای شنوایی، یه سری کارهای دیگه هم انجام میدیم، تستای تکمیلی که انجام میدیم که اینجا خیلی شاید دنبالش نیستن و طرفدار نداره. من خودم رزومه‌ای که نوشته بودم خیلی رزومه کاملی بود شاید از نظر خودم، ولی بعدن که با مثلا دوستام که اینجا کار میکردم مشورت کردم، گفتن که نه، این رزومه اصلا رزومه خوبی نیست و حتی میتونه احتمال شغل گرفتن تو رو پایین بیاره. توی نوشتن رزومه خیلی حتما دقت کنن. اینجا خیلی دنبال کسی که حالا تستای تکمیلی انجام میده، ABR میگیره، دنبال این نیستن. بیشتر کسی رو میخوان که همون ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک رو انجام بده. توی نوشتن رزومهشون حتما به این مسئله بیشتر تاکید بکنن. بسیارم عالی. خانم نسیم، من واقعا حالا مرسی از این که من حالا چند روز پیش که با هم صحبت داشتیم و این اطلاع رسانی اتفاق افتاده بود، من برای که به دوستان بگم این رو دارم عرض میکنم که میدونستیم امروز در حقیقت روز اول شما خواهد بود، اما
خب چون تایمی رو ست کرده بودیم و رو ساعت 1 اطلاع رسانی انجام داده بودیم، واقعا خانم نسیم زحمت کشیدن ما 10 دقیقه رو قبل از لایو شروع تو مسیر داشتیم در حقیقت دنبال میکردیم و اینو بدونین که من 36 ساعته که نخوابیدم. مرسی مرسی، ممنون از شما از وقتی که به ما اختصاص دادید. خواهش میکنم، انشالله که استراحت خوبی داشته باشید و بهترین ها براتون در آینده خوبی که در استرالیا شروع کردید، در زندگی خوبی که اینجوری بگم بهتر در استرالیا شروع کردید رقم بخوره. من سعی کردم مواردی که حالا از تجربه بین ما و شما بود و دوستانی که خواستن توی این مسیر اطلاعاتی داشته باشن سوالات رو از خدمتتون بپرسم. خودتون فکر میکنید نکته‌ای هنوز وجود داره که من بهش اشاره نکرده باشم و بخواید با ما به اشتراک بذارید؟ من باید نوتامو نگاه کنم ببینم که چیزی هست که نه، همه مواردی که من دوست داشتم صحبت کنیم و در موردش صحبت کردیم. مرسی از وقتتون و خواهش ممنون از این که این وقت در اختیار ما گذاشتید. دوستان خواهش میکنم لایف های ما رو دنبال بکنن، مخصوصا بچه های گفتن و شناسی خوندن و در مسیر استرالیا هستن. تک تک این نکات رو مطمئن باشید که خانم نسیم براش وقت زیاد گذاشته و حالا این شکل اشتراک گذاشتنش، نه اینو جدی دارم میگم، مثلا بحث هیچ چیزی نیست، تعارف هم نیست. وقتی کسی میاد صادقانه یه سری از تجربیات رو در اختیار میذاره، بیننده هوشمند میره دنبال اون مواردی که براش کاربرد داره و ازش بهترین استفاده رو میکنه. ما تو مسیر مهاجرت باید بعضی وقتا خیلی باهوش باشیم و این هوش رو جای درست ازش استفاده بکنیم و کار بکنیم. و من باز هم تاکید میکنم که مثل امروز سه‌شنبه، فردا که میشه سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هم حتما این جلسات اسکیل مکس پرو ما رو که رایگان هم هست تو شرکت بکنید. خیلی از اطلاعاتی که نیاز داشته باشید رو میتونید به طور مستند از من و سایر همکارانم دریافت بکنید. خانم نسیم یک دنیا تشکر. خواهش میکنم، امیدوارم، مرسی، امیدوارم که صحبتام برای دوستانی که توی این مسیر هستن مفید بوده باشه. بازم تاکید میکنم که صحبتهای من قطعا درست نیست، فقط تجربیات خودمه و ممکنه برای افراد دیگه متفاوت باشه و به هر حال من تجربیات خودم رو سعی کردم به اشتراک بذارم. دست شما درد نکنه. قربان شما، سلامت باشید، زنده باشید، خدا نگهدار. خدا حافظ.